ما دیگه چیز اقتصادی پیش آمد، دیگه پیسه ند بود در خانه، خرج بریم سودا بریم داشت که چیز بریم که بخوره، مجبور شدیم دیگه دکانم که در قرض آوردیم آوردیم، دیگه دکانم دیگه نداد ما را، در قرض گفت برو پیش نیش رو بیار که ما پس نیش شما رو بیتیم، دیگه نداد وقت شام چیز نبود پخته کنیم داشتی بیتیم، مجبور شدیم دیگه و اولاد خود دادم که تو باش تو امی آید چیز امی آید بین نره، این ترال روز دسر مامده دیگه بچه ما شو روز دیاد ما میا 24 ساعت در فکر زویم بخی دیو نشدیم، 7 نفر هسته دیگه، نانوار ماتیکه شوهر ماسته دیگه، یک هفته کار داره سر چاک مره، یک هفته دیگه بیکار، یک دو هفته او رو دور طول دو هفته در دکان پیشنه پیشنه قرض میری بازم ورکا ورد در دکان میدیم دیگه همون تر مومنی، یعنی یک ماه یک و نیم ماه میشه اولادای ما نه گوشت روی گوشت ندیده، نه گوشت مرغ نه یه چی دیگه، چیز در خانه پیدا نمیشه، ما رفتیم دیگه از طرف ایران نتونستیم بریم تیرشتا، نتونستیم چیزی پیسه بود در اونجا مصرف شد، بس کابل آمدیم، در کابل زمستان آمدیم، ما اونجا بچه کلان خو رفتیم در سر کوچه ها میشتیم طلبگیری میکردیم، مرد که کار پیدا نشد داشی سر قالین چیش تا قالین خلاص نشد پیسه نمیداد قالینی، ما مجبور شدم کردن زی بچه خو این دختر خو مرفتم در سر کوچه میشتم انو در بیس متره اون منج جاغوری مردم های جاغوری بود، خب مردم ها بود کمک موشد بندای خدا، اون زمستان خدا اون رو کمتر کردیم. مگم اون بچه از مرا آورد، اون بچه از مرا آورد، دو سه روز پیش کم بود خود خودم از اینجا بیندازم، گفت می دنیای در ازش ندارم، بسیار سختی دیدم، از من که زنده ماندم نمیفهمم چرا قدر محکمه، اینجا هر کسم و آشنای خود خود بیرار میتر دیگه، هر کسم و شناخته خود خود اونو کمک میشه، ما که زیاد دوندگی کردیم پشت پیش وکیلم رفتیم، وکیل گفت ما شما رو نمیشناسم، یا که شما از کجا هستید، گفت ما این زینجی از کوی چیل دخترایی، گفت برو یک قاقص بیار، ما گفت ما برم از کجا قاقص بیارم، گفت برو از آوزه قاقص بیار دیگه، ما گفتم موقع جنجال دیگه نرفتم در آوزه دیگه، گفتم کجا برم چرقم برم یک سیاسر دیگه، مجبور شدم دیگه گای کزی باشه مرشتم، گای کز دختر مرشتم، منمونی در کچه میشتم در او یخی قدی بر دیگه تیر کردم، باز نیم سال دیگه نزدیک زمستان بود اصلا دیگه کم منده دیگه در خانه راستیش چیز پیدا نمیشد، در دکانم دیگه مور قرص نداد، گفت پیش نشی بیار که ما پس نداد تو قرص بیدم دیگه، اینطور بدبختی ها اینطور روزا در سر ما آمده، از شما میخوایم از مردم شکر ما شما مسلمان یک کمک که ما با چه خرو بس بریم، همسایه ما آمد گفت که اره بچه خود میتی، ما گفتم که اره میدم مجبورم، واسه ما همسایه ما دیگه شیخ کرد که بیدی امی قاموی ما اولاد نداره بی اولاد اصلا 19 سال میشه اولاد نگده، گفتم خوبه دیگه ما مجبورم دیگه، آمد مرتی که کدزانی که نمیجی
گفتم ما میرم میدم از روی بدبختی و ناداری و دربدری، اگر نه از اولاد کس سر نمده. باز خواب من به اولاد بود دیگه، من از خدایش شد دیگه بگرفت و پیسر داد و رفت. خیلی زیاد این زی بس که امپوسان که اومده خانه دیگه نمونم مرمون جای از ما سری بنده سر بند میشنم قرار سن سرک سایم نمونم شاید اما پیشه ایمو شب شاید شاید دل چی بود سپاس بره بچه مرا چی بگم دیگه. دیدار جان چقدر بدن چه کشیزت دیدم آبا بگیم از قلب از من صدایی هم کدوم نشد از غرور خواستم آب چیز خود یکی از امزی همسایه های امزی کسی که تیفل خلاف روخ دادم پیتر لحمان میشنم دیگه این مردم طبقی که شما گزارش گرفتیم خیلی مردمی فقیر است که اول ابتدا در کابل زندگی میکرده بعد از او مهاجرت کرده طرف ایران که در ایران هم رسیده نتسته پس آمده در کابل فعلا هم در بامیان مهاجرت کرده یعنی این مردم اما قدر نداشت که یک شب نانی خشک بخره در خودون خود بالاخره مجبور است که اینمی تیفل خرد در مبلغ یک تیفل 3 ماهه خرد در مبلغ 3000 افغانی در یک نفر بفروشه تا یک 4 دن اطفال دیگه ای که در دم از اونا رو نجات بده. والا فعلا همسایه هایی که در دور بر مو کسی هایی که در پیته لغمان زندگی میکنه یک شهرک خیلی فقیر نشینه دیگه کلیگی مردم های کارگر هستن مردم های روز مورد مو سر چوک روزموز کار میکنه دیگه اونا مو امرار معاشی عیال خود خره نمیتنه چی رسه که کسی دیگه کمک شوه دیگه مردم هم از این ناحیه رنج مو بره که یک همسایش چطور یک طفلی 3 ماهه خره در فروش میله دیگه رنج مو بره ولی دیست چی نمیرسه چون وضعیت فعلا وضعیتی در مجموع بامیان رو گفته نمیتونم ولی وضعیت پیته و لغمان چون مردم کلگی زیر خط فقر دیگه.